حضرت عالی اگه اشتباه نکنم یک شب قبل از شهادت چه ایشون بودید؟ بله. بگید از اون روز از اون شب چه گذشت؟ اولا ایشون ضمن این که یک طمأنینه و آرامش عجیبی داشت، ولی عجلم داشت. مثلا خب میمد پیش ما یک شب میموند معمولا. اون دفعه گفت که نه شب نمیمونم، کار دارم میخوام برم. کجا بود این؟ کدوم؟ تو لبنان. لبنان. اتفاقات متعددی اون شب افتاد. مثلا یه تماس تلفنی شنیدم. آره، یه تماس تلفنی داشت با یک دختر شهید عماد مغنیه. او پرسید که حالا ما نمیشنیدیم صدای اونو، بعدن ما این رو پیگیری کردیم شنیدیم. گفت که کجا میری؟ گفت دارم میرم به مقتلم. جواب حاجی این بود که دارم میرم به مقتلم. من تردید کردم که آیا این درست ما شنیدیم؟ این همین عبارت این روش. همین عبارت دوستان نقل کردن که در برگشت دائما ذکر میگفت، یک تکه ذکر میگفت، یک شوخی مزاحی با راننده و بقیه بچه ها میکرد، دوباره برمیگشت تو حال خودش و ذکر میگفت، دوباره چند کلمه با اینا صحبت میکرد، برمیگشت به حال خودش. منتظر یک حادثه بود. من نمیدونم میدونست نمیدونست، ولی منتظر یک حادثه بود. رفتن کجا؟ از لبنان رفتن؟ رفتن سوریه. رفتن سوریه؟ از سوریه رفتن؟ عرب. بله، یک شبانه روز تقریبا اونجا در سوریه موندن، از اونجا بعد رفتن. احساس نگرانی نبود از لحاظ امنیتی برای شما؟ بگید نرید و اینها. چرا احساس نگرانی بود؟ به ایشون هم گفته شد، منتها ایشون یک اعتقادی داشت، ملاکش این بود که ملاحظات امنیتی و مراعات جهات حفاظتی نباید مانع انجام ماموریت بشه. انجام ماموریت اولاست. ولی خب حقیقتاً کسی هم باور نمی کرد که ترامپ دیوانه دست به یک چنین اقدامی بزنه علناً. قطعا اینطوره که با مسئولیت شهید سلیمانی در نیروی قدس، نیروی قدس یک گام بلندی برداشت و یک توسعه کمی و کیفی گسترده‌ای پیدا کرد. حالا چند دلیل برای این وجود داره. یکی این هست که خب اولا این از واحد نهضت ها به نیروی قدس تبدیل شد. این معنا و مفهوم خاصی داره. نه. یعنی دیگه به مثل یک اداره نیست، بلکه یک نیروی دارای همه اجزا و ابعاد به این مأموریت و مسئولیت میپردازه. نکته دوم شخصیت خود سردار سلیمانی است. شخصیت ایشون شخصیتی است فعال، دورنگر، پرتلاش، کسی که اهل خطرپذیری و ریسک هست، کسی که شجاعت لازم رو داره و همه خصوصیاتی که برای شهید سلیمانی هست. نکته سوم این که اتفاقاتی در منطقه افتاد پی در پی که اینها باعث شد که زمینه‌های فعالیت بیشتری برای نیروی قدس فراهم بشه. مثلا آزادسازی یا عقب نشینی رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان در سال 2000 که تقریبا با چند سال، یکی دو سال بعد از مسئولیت شهید سلیمانی اتفاق افتاد. بعد جنگ 2006 بود، بعد اتفاقات دیگری که در سطح منطقه افتاد و در این اواخر هم که موضوعات داعش و عراق و سوریه، اینها باعث شد که عرصه‌های فعالیت و تلاش بیشتری برای نیروی قدس فراهم بشه و بتوانه ایفای مأموریت بکنه. و اقدامات دشمن در منطقه، یعنی اشغال عراق، اشغال افغانستان، اقداماتشون برای حمایت از داعش در سوریه و عراق، تحرکاتی که در لبنان داشتن، جنایت‌هایی که بر علیه ملت فلسطین کردن، اینها همه عواملی شد برای توسعه و نمو و رشد